دیدم و خداحافظی کردم. I went to the airport with my mother. میگه من رفتم به میدان هوایی همراه مادرم. Airport میدان هوایی. خب ببینین که کتاب خود از این کار کرده و شماره اول هست. ببینین هم با تاکسی هستن و به طرف میدان هوایی میره. Okay. The third one. It was early. زود بود. We waited at the check-in. میگه به خاطر که رسیدن ما به میدان هوایی زود بود ما منتظر موندیم در قسمت چکین یا سالن انتظار. خب ببینیم که به کدام یک از این تصاویر میتونه ما او در نظر بگیریم. خب تصویر شماره دوم میتونه به یک قسمت در نظر بگیریم که در داخل چکین منتظر موندن و نمبر برای it was early waited شماره تصویر دوم در نظر بگیره. My friends went to the airport too. دوست من هم به میدان هوایی رفت همچنان. دوست من هم به میدان هوایی رفت همچنان. خب ببینیم که کدام یک از اینها میتونه باشه. دوست من هم میگه به میدان هوایی رفت همچنان. میتونین مثلا تصویر شماره 4 رو در نظر بگیرین. سپس هر کدوم از اینا که کمی مشکوک هستین به اونا میتونین نگه دارین. هر باقی کار میکنیم در اخیر تصاویری که میمونه میشه باز راحت‌تر تعداد کمتر میشه راحت‌تر میتونین تشخیص بدین. My mother cried. میگه مادر من گریه کرد. ببین تصویر شماره 6 میتونید استفاده بکنید. My mother cried. مادر من گریه کرد. My friends were sad too. میگه دوست من My friends were sad too. They wanted to come. میگه دوستان من هم ناراحت بودند همچنان آنها میخواستند که بیایند. They wanted to come to آنها هم میخواستن که بیایند. ببینین در این قسمت به اصطلاح تصویر شماره سوم را میتونن به اصطلاح بگیرین و هفتم هم امکان از او هست. دوستان از او نشان میده، مادر از او هست. میتونن یک از تصاویر رو بگیرین و They helped me with my cases. آنها به اصطلاح در برداشتن اون کیف های من یا در انتقال کیس، کیف میشه چمدان، کیف های کلان، به من کمک کردن و دقیقا این به این تصویر میخوره، تصویر شماره 3. و قسمت بعدی I arrived in Rome at 11. من در ساعت 11 میگه به روم رسیدم که تقریبا تصویر شماره 8 رو میتونن انتخاب بکنن. Okay, now go to the next part. See, listen and check where you write. So, according to this we have done, مطابق به چیزی که ما انجام دادیم، به قسمت گفته listen where you write. شما حالا باید از گوشی از لسنینگ یونیت 5 قسمت 14 گوش بکنین. لسن اند چک، گوش بکنین و چک بکنین. وری یو رایت، حق با شما بود، یعنی همون چیزی که شما انجام دادن درست بود یا نه، یعنی اون چیزی که شما اول کار میکنین بعد